با توجه به عوامل برهم زننده تعادل جمعیت کدام گزینه صحیحه؟ خب بریم سراغش. خیلی سوال قشنگیه. میگه در هر نوع آمیزشی، قیدا رو دقت کن چه قشنگه، میگه در هر نوع آمیزشی جانوران جفت خود را بر اساس ویژگی‌های ظاهری و رفتاری انتخاب می‌کنند. خب این فقط آمیزش غیر تصادفیه. ما آمیزش‌های تصادفی زیادی هم در طبیعت داریم. این میشه آمیزش غیر تصادفی که جفت رو فرد بخواد انتخاب بکنه. دو، میگه هر جهش دگره‌های جدید در جمعیت ایجاد می‌کنه و باعث افزایش تنوع و تغییر در فراوانی نسبی علل ها میشه. هر جهش دگره های جدید در جمعیت ایجاد. هر جهش، آقا اومدیم و جهش در توالی های بین جنی بود، اصلا نه در جایگاه اینترون بود، تغییری ایجاد نمی کنه. ردش کن، غلط. سه، میگه هر نوع شارش جنی باعث افزایش تنوع در جمعیت مبدأ و تغییر فراوانی نسبی دگره های هر دو جمعیت. آقا یاد باشه شارش در صورتی که علله های جدید با خودش ببره به سمت جمعیت مقصد، یعنی علله های جدید به سمت جمعیت مقصد فراوانی در واقع، یعنی حالت های جدید ایجاد میکنه و میتونه فراوانی های نسبی دگره های هر دو جمعیت هم در واقع به نوعی تغییر بده، اما در جمعیت مبدأ نه، در جمعیت مقصد و هر نوع شارشی هم نه، ردش کن. چهار، میگه رانش دگره‌ای به صورت تصادفی رخ میده. کاملا درسته آقا، رانش تصادفیه، این همیشه تو ذهنت باشه. هیچ انتخابی، هیچ سازگاری، هیچ سازوکاری براش وجود نداره. میاد دفعه نصف جمعیت از بین میبره، 25% جمعیت از بین میبره، 75% از بین میبره، درست شد؟ و تأثیر آن در جمعیت‌های کوچک قطعا شدیدتره. اصلا نکته است، نکته کتابه، کاملا درسته. جوابت میشه گزینه چهارم.